و هر کدوم از این سلول های مغزی 86 میلیارد هستند. 10 تا 15 هزار سیناپس ایجاد میکنه امه. اون چه که مهم هست این هست که ما بدونیم که این امکان هست که تا آخر عمر این سیناپس سازی ادامه پیدا کنه حالا چون در کودکی کودک انسان ناتوان به دنیا میاد این سیناپس ها قرار بعد از تولد شکل بگیرند محیط وارد میدان میشه دیگه اون شکم مادر نیست که محافظ باشه اون ارتباط میان مادر و اون نطفه ام. نیست بقیه هم وارد میدان شدند از جمله آموزش ام. حالا اگر شما آموزش قرت رو وارد کنید از همون روز نخست برای نمونه خرافات رو وارد کنید این سیناپس های شما سیناپس از جنس خرافات هست بیرون بیا هم نیست به اون سادگی ها شما نظیرش رو برای نمونه در آقای مهندس بازرگان میبینید آدم خوشقلبی هست مهربان هست تحصیل کرده است اما کماکان در دام استخار است و چون در دام استخاره است کتاب می نویسه که شاید فیزیک کوانتوم بتونه راز استخاره رو یا راز آب کر رو در بیاره آه. یا شما فرض کنید آدم هایی دارید در همین کالیفرنیا از هاروارد فارغ التحصیل شدن اما مرتب دای کومل برگزار می این کودکی بسیار مهم است این سیناپسها ها خارج از شکم مادر صورت می گیرند حالا سری بزنیم به دلفین دلفین زمانی که به دنیا میاد بلا فاصله به سه زبان تسلط داره چرا؟ چون در طول یازده ماه در درون شکم مادر اونها رو یاد گرفته ام. صدای مادر از درون آب عبور میکنه به درون شکم ام. و با کودک ارتباط برقرار میکنه بنابراین زبان رو یاد جده. گرفته خوب. و اون موج رو هم یاد گرفته وقتی به دنیا میاد میدونه که در آب اگر بمونه خفه میشه یک پستاندار هست ماهی ام. نیست بنابراین مادر بهش میگه اینجا اون پایینه قرار بریم بالا مم. بلا فاصله این نوزاد تا به دنیا میاد میگه بریم بالا بریم بالا مم. و پاسخ میده مادر میره بالا یعنی در درون شکم که بوده شکم مادر آموزش لازم رو دیده کاملا ببینید اونها هم همین هستن اگر شما به نورون یک انکبوت نگاه کنید سلول عصبی به سیناپس هاش نگاه کنید به نورو ترانسمیتوراش نگاه کنید دقیقا این مال ماست دلوقت. چرا چون همه ما پسرخال و دختر هستیم دلوقت. یعنی شما و من و یک انکبوت و یک تو و شیر دریایی پسر و هستیم حالا، یک تفاوت هست میان مغز ما و کامپیوتر مغز ما هم با جریان برق پیام رسانی میکنه هم مواد شیمیایی، بالا یک سطح تا اونها بنابراین این مواد شیمیایی امکان رو میدن که یک کم کنترل داشته باشید کم و زیادش کنید okay. اگر همه برق بود آنان آفرد میشد mm -hmm. اما به خاطر این مواد شیمیایی شما کنترل رو به شما میده بنابراین میبینید که به خاطر سخت بودن زایمان مادر و پرخطر بودن به خاطر سر بزرگ اون جنین دیگه امکان رشد نیست در درون شکم مادر بازی در بیرون صورت بگیره و اگر در بیرون صورت میگیره یعنی فرهنگ بنابراین باید که تنها و تنها روی فرهنگ سرمایه گذاری کرد روی تغذیه مناسب سرمایه گذاری کرد روی محیط مناسب سرمایه گذاری کرد هیچ ارتباطی فر این سینابسا به ذات و فطرت و سرنوشت و قسمت و دینه دی ندارن بزرد. همه و همه نتیجه کو ایولوسیون هستن یعنی برهم کنش بازو بازو برای موجودی که در شکم مادره عملا در منگنه است دیگه مگه که بیاد بیرون خلاص بشه بعد امکان رشد پیدا بکنه و این امکان هست که اون چروک ایجاد بشه در مغز ام. بنابراین ام. درسته که مغز ما کوچک شده در ده هزار سال گذشته برخی از همکاران من نگران هستند معتقد هستن که نه ما به راستی داریم راه غلط رو میریم ام. چون به کودکان خودمون آموزش درست رو نمیدیم کودکان نسلهای پیش بهتر از کودکان امروز هستند. شما اگر با یک فرض کنید چارلز داروین 22 سالش هست میره سفر بر دنیا رو به هم میریزه ناخدای اون کشتی فیتروی 27 سالش هست ام. ناپلون زمانی که فرمانده کل قواست و لشکرکشی میکنه به مصر در مبارزه با بریتانیا 29 مصر. سالش مصر. مصر. اما شما امروز کمتر آدمی رو میبینید که 18 19 20 24 شاد حتی یه نیم رو هم نتونن درست کنن اما از اون طرف اونهای از همکاران من که خوشبین هستن حساب میکنن روی اون چین و چروک ها و اون هم بسته به این داره که شما آیا موفق بشید بیشتر سیناپس ایجاد کنید نه و خبر خوب برای بینندگان شما این است که این سیناپس ها برخلاف تصور ما دارای انعطاف پذیری هستند و به کار خودشون ادامه میدن بنابراین مطالعه کنید موزیک گوش کنید برقصید شادی کنید خوش باشید که این مغز شما رشد بهتری پیدا کنه